درود بر کافه گیتاری عزیز، امیدوارم که امروز هم حالتون عالی باشه مثل همیشه. خب ما طبق روال همیشه وقتی که یه ریتم آموزش میدادیم روز جلسه بعدش حتما با همون ریتم یک آهنگ زیبایی رو با هم یاد میگرفتیم. خب ما تو جلسه قبل ریتم 6 و 8 و سنگین رو یاد گرفتیم و یه چند تا آکورد های سردسته و بار دو رو به شما یاد دادم. خب امروز میخوایم یک آهنگ با ریتم 6 و 8 سنگین با هم یاد بگیریم. این آهنگ آهنگ علامت سوال شادمهره و امیدوارم که از این آهنگ حتما لذت ببرید. خب دوستان عزیز، برای قسمت ابتدایی این آهنگ ما چند تا آرپژ داریم که باید بکشیم. اولین آرپژ ما آکورد جی دیز مینور 9 که با انگشت اول ما تو باره تو فرت چهارم ما با انگشت اول تمام این سیما رو میگیریم. باره چهارم با انگشت اول تمام سیما، با انگشت سوم، انگشت دوم آزاده، اصلا سیمی رو نمیگیره. انگشت سوم تو باره ششم میاد سیم پنجم رو میگیره به این صورت، و انگشت چهارم تو همین باره ششم سیم اول رو میگیره و این آکورد ایجاد میشه و ما اول آهنگ دوباره این آرپژ رو باید بکشیم. ببینید آکورد دومی که میخوام بهتون بگم آکورد بی مژر 7 که تو فرت دوم انگشت اول تمام سیما رو میگیره، انگشت دوم سیم توی فرت سوم سیم سوم میگیره، انگشت سوم تو فرت چهارم سیم چهارم میگیره و انگشت چهارم توی فرت چهارم سیم دومو میگیره. پس یک بار دیگه توضیح بدم، انگشت اول تمام سیمای فرت دوم میگیره، انگشت دوم سیم سوم تو فرت سوم، انگشت سوم تو فرت چهارم سیم چهارم و انگشت چهارم تو فرت چهارم سیم دوم رو میگیره. خب آکورد بعدی که ما باید بگیریم آکورد تو فرت هفتمه. همین آکوردی که ما اینجا گرفتیم و همین آکورد دقیقا اگه بیاریمش تو فرت هفتم آکورد بعدی ماست. یعنی وقتی که ما اینجا تو آکورد اولی که بهتون گفتم این بود، خب این آکورد دوم اگه ما سورش بدیم بیاریم روی این فرت هفتم دقیقا این آکورد بعدی ما، آکورد بعدیه که ما نیازش داریم. خب آکوردی که بعد از این باید بکشیم، آرپژ بکشیم به این صورته که تو فرت ششم انگشت دوم توی سیم دوم تو فرت هفتم و انگشت سوم توی سیم چهارم فرت هشتم به این صورت، و آکورد بعدی دوباره برمیگرده به همون جی دی از مینور 9. خب من یک بار پشت سر هم اینو میزنم فقط شما ببینید که به چه صورتی هست این آکورد ها. آروم میزنم تا شما بهتر متوجه بشید. قسمت ابتدایی آهنگ علامت سواله. خب بعد از این قسمت ما یک ملودی کوتاهی داریم از شادمهر که باید بهتون توضیح بدم. خب دوستان برای ملودی ابتدایی آهنگ من سعی میکنم که بهتون این ملودی رو نوت به نوت بهتون بگم که تا شما راحت متوجه بشید.
توی ابتدا ما از سیم دوم توی فرت دوم ما یک سرخوردنی داریم به سمت فرت چهارم به این صورت. میبینید ما سیم دوم میزنیم و سر میدیم دست رو به روی فرت چهارم. نوت بعدی سیم دوم فرت پنجمه، نوت بعدیش هفتمه، بس اینجوری شد. میبینی نوت دوم سر میدیم به سیم چهار، به فرت چهار ببخشید، و سیم دوم دوباره پنج هفت. خب وقتی که این نوت زدیم میریم تو سیم اول فرت چهارم، فرت ششم، پس اینجور شد تا اینجا. ببینیم دوباره برمیگردیم به سیم دوم. خب وقتی که سیم دوم ما از رسیدیم به باره چهارم، پنجم و هفتم، بینیم رو سیم اول سیم اول فرد چهارم و ششم میزنیم، بر میگردیم رو سیم دوم، هفت، پنج، چهار، و در آخر از سیم دوم فرد هفتم سر میدیم به فرد نهم. اینجوری میشه به صورت کلی. تو قسمت بعدی میایم از فرت ششم هفتم روسیم اول فرت ششم روسیم اول فرت ششم هفتم فرت چهارم روی فرت ششم ششم هفتم چهارم چهارم ششم روی روسیم دوم هفتم پنجم و چهارم و در آخر یک سر خوردنی داریم به سمت فرت نهم. من یک بار میزنم به صورت آهسته تا شما بیشتر متوجه بشید. خب این تا این قسمت بود. حالا ما تو قسمت بعدی میخوام تمام آکورد هایی که نیازه تو این آهنگ رو مرور کنیم و ریتمش رو یک بار دیگه به شما توضیح میدم و میریم تو آهنگ رو با هم بزنیم. خب دوستان برای این آهنگ ما از ریتم 6 و 8 سنگین استفاده میکنیم. تو ویدیو قبلی 6 و 8 سنگین رو بهتون توضیح دادم، یک بار الان براتون میزنم فقط برای یادآوری. به این صورت بود که ضرب اول با 60 تو سه تا سیم بالا، ضربای بعدی با انگشت آی بود و یک ضرب با انگشت پی. به این صورت بود. یه ضربه پی از بالا به پایین، ضربه آی از بالا به پایین، آی از پایین به بالا، آی از بالا به پایین، یک ضربه پی دوباره و یک انگشت آی. به این صورت. من این ریتم رو تو ویدیو قبلی با جزئیات توضیح دادم، امیدوارم که دیده باشید و این ریتم براتون الان آشنایی داشته باشه. آکوردهایی هم که استفاده کردید و تو بهتون توضیح دادم که چه آکوردهایی تو این آهنگ استفاده میشه و شما با آکوردها و ریتم ها آشنایی دارید و این آهنگ رو الان خیلی راحت میتونید در خونه بزنید و لذت ببرید. آهنگ
علامت سوال شادمر اولش با یک حالت سود زدن شروع میشه و بعد شروع به خوندن میکنیم. برای این قسمت سود زدن من میخوام بهتون آکورد هایی که باید بگیرید و آموزش بدم تا شما بدونید که روی با این سودی که میخواید بزنید با چه آکوردی بگید. اولین آکورد آکورد جی دیز ام، میبینید اینجاست. اگه یادتون باشه آکورد جی اینجا بود. وقتی که یه پرده بیایم جلوتر و انگشت دو رو برداریم این میشه جی دیز ام یا همون سول دیز مینور. آکورد بعدی آکورد بی بود که بهتون تو جلسات قبل آموزش دادم به این صورته. آکورد بعدی ای بود. آکورد بعدی دوباره بی، ای و برمیگردیم به جی دیز مینور. پس الان براتون من اینو میخونم، این با این آکوردها و سوتو میزنم شما بیشتر متوجه بشید. خب دوستان عزیز، شما الان آکوردها و ریتم این آهنگ رو بلدید و هر قسمت اول آهنگ و وسط آهنگ که باید سوت زده بشرم بهتون توضیحش رو دادم. من الان یک بار این آهنگ رو کامل برای شما میخونم، شما میبینید من ریتم و ریتمو که تو جلسات قبل بهتون آموزش دادم، آکورد ها رو هم بهتون همه رو تو جلسات قبل آموزش دادم. اگر ندیدید هنوز ویدیوهای قبلی رو، حتما ازتون میخوام که برید ویدیوهای قبلی رو ببینید، ریتم آکورد ها رو یاد بگیرید تا این جلسه براتون بسیار راحت بشه. من این آهنگ رو برای شما میخونم، متن آهنگ و آکورد ها رو بالاش اسمشون رو نوشتم، شما با دیدن این متن و آکورد ها میتونید مثل من این آهنگ رو بخونید و یاد بگیرید. پنجره با یه قفس، یه پنجره بی هم نفس، سهم من از بودن تو یه خاطر است همین و بس. تو این مثلث غریب ستاره ها رو خط زدم، دارم به آخر میرسم، از اون بر شب اومدم. یه شب که مثل مرسیه خیمه زده رو باورم، میخوام تو این سکوت تلخ صدا تو از یاد ببرم. بذار که کول بارم و روشونه شب بذارم، باید که از اینجا برم، فرصت موندن ندارم. داغ ترانه تو نگام، شوق رسیدن تو تنم، تو حجم سرد این قفس منتظر پر زدنم. من از تبار قربتم، از آرزوهای مهار، قصه ما تموم شده با یه علامت سوال. بذار که کول بارم و شونه شب بذارم، باید که از اینجا برم، فرصت موندن ندارم.
خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با من بودید. امیدوارم که از این آهنگ لذت برده باشید. بازم ازتون میخوام که حتما اگر ویدیوی قبلی رو ندیدید برید نگاه کنید، ریتم و آکوردها رو تمرین کنید تا بتونید تو جلساتی که ما آهنگی داریم آموزش میدیم راحت تر باشه براتون و خیلی سریع یاد بگیرید این آهنگا رو. طبق معمول با لایک و کامنتانتون از من حمایت کنید و حتما تمرین کنید. خدافظ تا جلسه بعد.